گفته اگه تراز شدت صوتی در فاصله 5 متری 1 محمد 12 دسیبل باشه، ترازو بد داده. دسیبل. آهنگ متوسط انتقال انرژی. آهنگ متوسط انتقال انرژی منظورش توان. سطحی به مساحت 2.7 سانتی متر مربع که عمود بر راست انتشار موج در فاصله 3 متری منبع قرار داره چقدره؟ این عدد 12 که بچه اینجا بهتون داده حواستون باشه. تراز شدت وقتی که تو فاصله 5 متری باشی. اما آخرش اومده از شما توان رو تو فاصله 3 متری خواسته. خب شما میدونی شدت صداها همشون میشدن توان ها تقسیم بر مساحت ها. این توان وقتی خواسته که فاصله همون 3 متر باشه. اما این تراز شدت صوت که بده تو فاصله 5 متریه. پس شما از روی این فاصله 5 متری اول باید بری شدت صوت 3 متری تو پیدا کنی بعد جایگزینش کنی تو این رابطه ها. خب تعریف دسیبل که دیگه میدونی دیگه. دسیبلمون میشد 10 تا لوگ آی به روی آی 0. دسیبلمون رو گفته 12. اینجا میذاری 12 با این 10 سادهش کنی میشه 1 و 2 دهم. 1 و 2 دهم هم همون 4 تا 3 دهمه. ببین از اینجایی که گفته لوگ 2 3 دهمه، من میفهمم یه جوری باید 3 دهمو تو این شکل بسازم برای خودم. تو این سوال باید برای خودم بسازم. 12 رو با 10 ساده کردم شد 1 و 2 دهم. 1 و 2 دهم نمیشم 4 تا 3 دهم. 4 تا 3 دهم مساویه 10 تا. البته این 10 دیگه ساده شد رفت دیگه. این 10 ساده شده رفته. میشه لوگ آی به روی آی صفر. آی صفر رو هم که میدونید به توان منفی 12. اگه دقت کنی به جای این 3 دهم میتونم بذارم لوگ 2. به جاش بذاری لوگ 2 این 4 رو میتونی برداری بیاری روی توان 2، اون وقت میشه لوگ 2 به توان 4 مساوی لوگ فلان. لوگاش از طرفینش بزنم بره، اون وقت میشه 2 به توان 4 مساوی آی به روی 10 به توان منفی 12. خب 2 به توان 4 که 16، یه طرف وسطینش کنی آی به دست میاد 10 به توان منفی 12 ضرب در 16. فقط حواست باشه این آیی که الان به دست آوردی شدت صدایی که به دست آوردی رقم نیاری اینجا بذاری، ولی اینکه این شدت صدا واسه وقتی که فاصلت 5 متر باشه. اون گفته وقتی رو پیدا کن که فاصلت 3 متر باشه. خب دیگه همه میدونه آی متناسب است با دامنه صدا به توان 2، فرکانس صدا به توان 2 و فاصله از منبع صدا به توان 2 رابطه عکس با فاصله داره. پس آی ها با آر ها رابطه عکس دارن. پس من میتونم بگم آی دفعه دوم به آی دفعه اول خودش میشه آر دفعه اول به آر دفعه دوم، ولی به توان چند انگار؟ 2. خب صدای دفعه اولو من پیداش کردم چه عددی؟ 16 در 10 به توان منفی 12. فاصله دفعه اول گفته بود چقدره؟ 5. فاصله دفعه دوم گفته حالا چقدر باشه؟ 3. میبینی تنها مجهولش این آی است. به سادگی میتونی آی رو از اینجا پیدا کنی. وقتی آی رو پیدا کردی، طرف وسطین کردی، آی به دست اومد، حالا حق داری این آی رو برداری بیاری اینجا بذاری. مساحت رو هم که خودش بهت داده بود، فقط خیلی دقت کنه مساحت سانتی متر مربع داده. حواست باشه 2.7 ضرب در 10 به توان منفی 4 که به متر مربع تبدیل شه. نهایتا از اونجا میتونی به سادگی توان یا آهنگ اتلاف انرژی رو پیدا کنی که جوابش میشه گزینه 3.